ده ها شهر و روستا در یازده استان مختلف ایران همچنان زیر سیل و سیلاب قرار دارند. در بخش های از اهواز عملیات پاکسازی و امداد بر تخلیه فاضلاب به راهیافته به سطح خیابان ها متمرکز است و از سازمان هواشناسی از ادامه بارش در شمال غرب کشور خبر داده و حرکت سامانه بارشی به نواحی مرکزی و استانهای ساحلی شمال ایران را پیش بینی کرده است مسعود ملک گزارش می‌دهد به گزارش سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، استانهای ایلام، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد همچنان با چالش سیل و آب گرفتگی مواجهند. مرتزا سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از ادامه عملیات امدادرسانی در استانهای خراسان جنوبی و رضوی سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و هرمزگان خبر داده است. در احواز ورود فازلا به خیابانهای منطقه عین دو سبب شده تلاش های امداد رسانی و پاکسازی بر هدایت و انتقال فاضلاب بالا آمده به رودخانه کارو متمرکز شود. در همین حال پلیس راهور ایران میگوید ده ها راه و جاده اصلی و فرعی در سر سر کشور بر سر آب گرفتگی، رانش زمین، ریزش کوه و یا ادامه بارش باران همچنان مسدود است. این راه ها محور های اتصالی در استانهای های مازندران، کهگیلویه و بوی رحمت، گیلان، همدان، گلستان، سمنان، ایلام، کردستان، خوزستان، بوشهر، لورستان، کلان شهر تهران و خراسان های جنوبی و رضوی کرمان، سمنان، سیستان و بلوچستان، یزد و اردبیل را در بر می گیرد. تصاویر ویدئویی از بازگشت نسبی شهر پلدختر به حالت عادی خبر می دهد. پلدختر از جمله شهرهایی است که بیشترین خسارات را از سیل و سیلاب اخیر متحمل شد. در همین حال خبرگزاری تسنیم با انتشار مجموع اکس تخریب کامل روستایی به نام چمه را به تصویر می کشد که پیش از سیل ویرانگر پل دختر 1300 نفر را در خود جا داده بود. تخریب و تلفات ناشی از بارندگی های شدید و سیل و سیلاب در هفته های اخیر بخش های وسیع از سر و سر ایران را فرا گرفته است. سازمان هواشناسی کشور بارش های بیشتری در روزهای آتی در چهارده استان مختلف کشور پیش بینی کرده است. کارشناسان بارها نسبت به سوء مدیریت منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیر ضروری و بدون مطالعه در ایران که با هدف پر کردن جیب مقام های فاسد رژیم جمهوری اسلامی انجام می شود هشدار داده و این اقدام ها را از عوامل اصلی بروز بحران های زیست محیطی گوناگون برشمردند.